חודש טוב, ראש חודש טוב. חודש תמוז, בזכות יוסף הצדיק, זכותו הגן עלינו. מהר, נזדיקי ובשטר, מהרבוני חודבן במה. ماهی که بزرعت هشم قراره که ساسون و سیمخا شادی ها رو در پیش داشته باشیم، چرا که ناوی زخریا پیشبینی کرده که خداوند این ایام شیواسار به تموز و تیشابه و این ایام رو به ساسون و سیمخا تبدیل میکنه. پس بمد خدا یک موعدی رو در پیش داریم، موعد 17 تموز که برای ما شادی آفرین باشه و ببینیم که همش لطف و کمک الهی بوده که شامل حال ما بوده. تسکل مصفات برای ازدواج فرزندانمون، جوانانمون، کلیه جامعه اسرائیل. زخوت یوسف صدیق رو کمک میگیریم امروز برای رفع گزرود، برای پرنسا، برای سلامتی، موفقیت. www.torahelp.com و کمک به پخش تورا از طریق های مختلف که خداوند فراهم کرده. ببینیم در ادامه بحثمون امروز گمارا مسخت کدوشین به چه نتیجه دست میابیم که دفعه پیش خوندیم که آیا میسوایی که ما برامون الان مهیاست، میسوایی که بود آبایم و یک میسوای دیگه هم که سر راه ما قرار میگیره، آیا میتونیم خودمون رو از میسوای بعدی پاتور بکنیم؟ بگیم من مشغول به انجام کیبودا و احترام والدین هستم، پس اوسک به میسوا، پاتور به میسوا. کسی که مشغول به میسواست از میسوای دیگه پاتوره. در گمارا میگه الازار بن متیا عمر ابا عمر هشکینی مایم و میسوا لعصد منی اخنیم که بود آب یا که بود ابا ووسه تا میسوا. الازار بن متیا میگه اگر داشتم پیش پدر میسوای قرار بود انجام بدم، پدر میگه هشکینی مایم یه لیوان آب به من بده و یک میسوای دیگه هم برم واجب شده که انجام بدم، مانند لیکورمت او لبوتو مردهی رو خاک بکنم یا لوایایی انجام بدم. منی اخنی که بود ابا و سه تا میسوا، احترام پدر رو فعلا کنار میگذارم، اول میسوایی که برام پیش اومده رو انجام میدم. چرا؟ چون خود پدر من به حرف شنویی از خداوند و انجام میسوا موظفه. شعنی و ابا خیاوین به میسوا. ایسی به نیودا آمین. ایسی به نیودا نظریه دوم رو میگه. این افشال میسوا لاسود علی دی احریم تا سالی دی احریم. اگر این میسوا میتونه توسط دیگری انجام بشه، دیگری انجام بده و تو به میسوای خودت که بودا وایم برس و یه لخو بخود عویب. اما رب متن حلاخا کیسی به نیبودا. رب متن میگه حلاخا مثل ربی ایسی به نیبوداست که اول میسوایی که بهش مشغولیم ارجعیت داره، احترام پدر مادر، و اگر کسی دیگه هست که اون میسوای بعدی رو انجام بده چه بهتر.
اگر کسی نیست اون موقع است که اول من باید اون نیسوایی که هر دو موظف هستیم چه پدر چه فرزند انجام بدم و بعد میتونم میسوای بین خودم و پدر رو یا پدر مادر رو انجام بدم. پس گفتیم دفعه پیش مخصوصا ران میگه هیتخه لعصق به میسوای شفشه لعصاری داخلیم یک مول لعصق با کسی که میسوای رو شروع میکنه که میتونه توسط دیگران انجام بشه چون اوردی شروع کرده هنوز خاتمه میده و حتی اگرم و فیلو این نزدمل و میسواش یه افشار لحصدالی ده حریم روی از سربا شاوسک به میسوا پتون هم میسوا و حتی اگر یه میسوای دیگه اومد که کسی دیگه هم نمیتونه انجام بده چون این میسوا رو شروع کرده و مشغول به میسواست میسوا را پایان میده چرا که اوسک به میسوا پاتور مینم میسوا کسی که مشغول یک میسوایه از میسوای دیگه پاتور. این بحثی بود که در هفته پیش داشت. اما رفیز خاک بشیلا اما رفمت تا اما رفحست تا کانسپتی که با هم دیگه میخوایم یاد بگیریم. ها آب شما حلال کبودو کبودو محول. سوال اینجاست اگر یه پدر مادری میخوان از احترام خودشون تخفیف بدن بگذرن آیا میتونه یه پدر مادر از احترام خودش بگذره؟ آیا میتونه خودش رو پایین بیاره؟ آیا میتونه فرزندانش رو از احترام به اونها پاتور بکنه؟ آب شمحال الکبودو بچه هاش اومدن خونهش خودش میخواد سینی چای رو دست بگیره و اونها رو پذیرایی بکنه. آیا احترام پدر مادر اجازه میده که پدر مادر از احترام خودشون بگذرن؟ او شمحال الکبودو در گمارا جواب میده کبودو محول. بله اگر پدر مادری خواستن از احترام خودشون بگذرن احترامشون میتونه اینجا کنار گذاشته بشه. یعنی این که باعث احترام بیشتر میتونن برای خودشون نشن اما نه اینکه باعث بی احترامی برای خودشون بشن. چرا؟ چون فرزندانشون رو دارن به گناه میارن. پس طریقه رفتار ما پدر مادر هم مهمه که چطور موقعیت و امکان و فرصت کی بود اوائم میسوای ده فرمان رو برای بچه هامون مهیا بکنیم. طریقی که با اونها برخورد میکنیم. پس نمیتونیم خودمون رو کوچیک بکنیم که بچه ها یاد بگیرن یا فکر کنن که لازم نیست احترامی برای ما قائل بشن و اون موقع است که متاسفانه اونها به گناه بی احترامی به پدر مادر بیان. آفشک محل الکبودو کبودو محول اینکه پدر مادر لازم نیست که مجبور بکنن که بچه هاشون احترام بیشتری بهشون بذارن اما پدر مادری که خودش گفت تا اینجا هم احترامم رو گذاشتید خیلی ممنون تا اینجا هم منو رسوندید خیلی ممنون همین خریدم برای من کردید همینم که زنگ زدید کافیه اینکه
نمیخواد احترام بیشتری از بچه هاش کسب کنه، اجازه دست خودشه. اما نه اینکه بخواد بچه ها رو عادت بده یا تشویق بکنه یا وسوسه بکنه که بهش بی احترامی بکنم. یا من میبخشم چون اشکال نداره، بعد و بیرو هم خواستید بگید، چون به خاطر اینکه اونها از جانب خداوند دستور داده شدن که بود آبایم فرزندان، نه از طرف خود پدر مادر. پس نمیتونه پدر مادر بچهش رو به گناه تشویق بکنه که بعد و بیرو هم گفتی، کتکم زدی، هر نوع بی احترامی کردی، من میبخشم. پس آف شک محل الکبودو کبودو محل. ولی اگر فرزندی بدون اجازه پدر مادرش یا بدون رضایت پدر مادرش خطایی ازش سر زد، بی احترامی ازش سر زد، بی حرمتی، اون موقع میاد از پدر مادرش تقاضای بخشش میکنه، پدر مادر اجازه بخشیدن رو دارن. آب شمحال الکبودو کبودو محول. اما نه اینکه از اول بخوان اجازه بدن که بچه ها عادت به بی احترامی یا بی حرمتی بکنن. اون حالت جواز رو نمیتونن از اول صادر بکنن، بگن هر حرفی زدید، هر کاری کردید، اشکال نداره، من میبخشم. آب محال الکبودو کبودو محول. یا به حالتی که نمیخواد احترام بیشتر کسب کنه ولی هنوز حرمت و احترامش حفظ میشه، خودش میخواد سینی دست بگیره، خودش میخواد برای بچه هاش کاری بکنه، اما نه اینکه بچه ها رو بخواد گمراه بکنه، به اشتباه بندازه که هر حرفی زدید راحت باشید، ما دوستیم، هر جور میخواید رفتار بکنید، که به حالت بی احترامی بیان که قانون تورا رو بخوان زیر پا بذارن. و بعد گفتیم که احیانا هم اگر اشتباهی ازشون سر زد میتونم ببخشن. آفش محال الکبودو کبودو محول. اما اخامیم یک ذره موضوع رو بازتر میکنم. این که گفتیم آفش محال الکبودو کبودو محول، اینجا خامیم توضیح میدن شححیوب لخبت اطهاراب اینکه ما وظیفه داریم به پدر مادرمون احترام بگذاریم از توراس. پس اگر میسوای تورا اینجا زیر پا گذاشته نمیشه، هنوز آب شمحال الکبودو کبودو محول. پس اگر خود اون پدر یا مادر خواستشون اینه که ما اتفاقا لذت ببریم، کیف میکنیم، ما سینی جلو شما بگیریم، ما از شما پذیرایی بکنیم، ما رختتون رو بشوریم یا اتو بکنیم، خودشون میخوان که این کار بکنن، پس این یک نوع احترام میشه. چرا؟ چون داریم خواسته اونها رو، رضایت اونها رو برآورده میکنیم. چون بعضی موقع هست که مثلا پدر مادر خونه فرزندانشون دعوت میشن و راحت نیستن که همینجوری بشینن و فرزندانشون ازشون پذیرایی بکنن، میخوان یک کاری تو خونه بکنن،
بلند میشن، میز جمع میکنن، لباس ظرف میشورن و الی آخر. آب شمحال الکودو کودو مخود، چون خودشون داوطلبانه از احترام خودشون میگذرن، یعنی اینکه طلب احترام اضافه نمیکنن، میگیم مجازه. اینجا یقه فرزند رو نمیگیرن که آقا چجوری تو اجازه دادی پدر مادر ظرف بشوره، ظرفی که تو غذا خوردی رو بشوره، یا سفره که شما خودتون غذا خوردید رو جمع بکنه، حتی جارو بکنه اتاقو، چون میخواد اینکه خودش خواسته. آف چه محال که بود و که بود و محول. اگر روی احترام فرزند میگه نه میبخشید من خودم میشورم، نه نه میگه نه من میخوام خودم بشورم، پدر مادر اصرار میکنن، مجازه که فرزند اجازه بده اون زحمتی که میخوان رو بکشن، یا اون حالت سرویس رو به فرزندانشون و اطرافیانشون بدن. آب شمحال الکودو کودو محول. پس چقدر مهمه که موقعیت ارتباط پدر فرزندی، مادر و خانواده، جوری این ارتباط حفظ بشه که مبادا که به حالت توقع و انتظار بیاد. و اون موقع است که به حالت چی بیاد؟ متاسفانه بی احترامی. اینکه همش میایید و میرید و سربار هستید و منم خودم برا خودم زندگی دارم، و اینکه مبادا انتظارات و توقعات یک نوع باعث اختشاش و کدری در ارتباط پدر مادر و برداشت یا حرمت پدر مادر در خانواده پدید بیاد. اون زحمتی هم که پدر مادر اجازه دارن برای فرزندانشو بکشن، چون آب شمحال الکودو کودو محول، چون بسته به خواسته و میل خود پدر مادره که اگه بخوان اونها احترام به فرزندانشون بگذارن اونها، ولی در واقع اصل ارتباط یک طرف است، از فرزندان برای پدر مادر، و این رو ما باید قبول بکنیم. آب شمحال الکودو، پدری که از احترام خودش بگذره اون چیزیه که حق خودشه، اما اگر نخواد بگذره چی؟ نمیتونه مجبور بکنه. اگر نخواد از حق خودش، یعنی از احترام خودش بگذره، نمیتونه پدرشو یا مادرشو مجبور بکنه. میتونه خواهش بکنه، میتونه تقاضای همکاری بکنه، میتونه ازشون درخواست بکنه، پیشنهاد بکنه، اما هنوز انتخاب دست کیه؟ دست پدر مادره. که اگر بخوان میتونن، اما اگر نخوان حق داره. چیزیه که خداوند در تو را تنگ کرده، کبهت تا بخوابیتی میخواب ایش ایما و آویف تیراو. و اگر ما این اصل رو بهش پی ببریم که هر کسی یک حق و حقوقی داره و یک نوع وظایفی داره، اون موقع است که انسان بر طبق وظیفه خودش
انتظارات خودش رو چکار میکنه؟ تنظیم میکنه. اگر وظیفه من اینه که باید سطح آشغالی رو بذارم سر جاده تا اون موقع سانیتیشن خاکروبه و یا صد آشغال جمع کن اون موقع برداره، اون موقع است که اگر نیمد آشغالامو نبرد نمیگم اه چرا چند هفته است آشغالامو نمیبرن، چون به خاطر اینکه تو وظیفتی که بذاری سر جاده اون از سر جاده بعد آشغالا بردارن، وظیفه این که بیان توی حیات تو بردارن رو ندارن. این که انسان وظیفه خودشو بدونه اون موقع است که انتظاراتشو بهتر میتونه تنظیم بکنه و تورا داره به ما اینا میگه. موقعی که به پدر مادر میرسه وظیفه ماست که اونها رو احترام بگذاریم. کبت تا بخوابت میخواب. اما اگر از روی عشق و محبت و خلوص نیت علاقه انسانیت آب شمحال الکبودو کبودو مخول میخواد از احترام خودش یا احترام اضافه خودش میخواد کم بکنه، دیگه اون چویس و انتخابیه که خداوند در اختیار اون گذاشته. پس مبادا که شخص بخواد پدر مادرها رو با هم مقایسه بکنه، خونه فلانه بودیم پدر مادرش چقدر جارو پارو کردن، چقدر زحمت کشتن، چقدر این کارو کردن، چقدر هنوز حق هر پدر مادریه که برای احترام خودش ارزش قائل باشه و یا انتظار داشته باشه و این در واقع به نفع خود فرزنده. مبادا که فکر کنیم که این جنبه اهمالی داره که مجبوری داره، دارن یه حالت بازخواستیه یه حالت درخواستیه که اتفاقا این به نفع خود ماست، به نفع فرزنده، چون این احترامی که کیبود آوائم شخص برای پدر مادر خودش قائل میشه بهش کمک میکنه که یک حالت حرف شنویی یا حالت تواضع فروتنی فرمانبرداری درش پدید بیاد که نسبت به خداوندم بتونه اون حالت حرف شنویی و تواضع و فروتنی رو داشته باشه. و متاسفانه سرکشی و حالت نافرمانی به پدر مادر به سرکشی و نافرمانی به خداوند منجر میشه، چون در واقع اصل مصرایی که بود آوائم هم خداوند به ما داده. پس چقدر مهمه که ما این مصرایی که بود آوائم رو حالت شخصی بهش ندیم، بلکه ما با این مصرایی که بود آوائم با خداوند طرفیم. خداوند مصرا رو به ما داده و با هر احترامی که ما به پدر مادرمون میگذاریم هم داریم فرمان خدا رو انجام میدیم و هم داریم احترام پدر مادرمون رو میگذاریم. ایش و آویو تیراو، هر کسی از مادر و پدر خودش بترسه که بد انتخاب نمیده میخواد، که هر کسی به پدر مادر خودش احترام بگذاره. پس این کانسپت رو به ذات هشم سعی کنیم یک ذره برای خودمون بازتر بکنیم. آب شمحال الکبودو کبودو محول، برای اینکه بار تقصیرات و یا گناهان فرزندانمون رو زیاد نکنیم بلکه کم بکنیم. آب شمحال الکبودو کبودو محول، پدر مادری که از احترام خودشون ببخشن مورد بخشش قرار میگیره. اون موقع است که حالت هیچ نوع لکه‌ای تو پرونده برای فرزندان نیست. اینکه
پدر مادر از فرزند راضی باشن، از ته دلشون بخوان که اتفاقا یک زحمتی برای فرزندانشون بکشن، هیچ نوع حالت گناهی برای فرزندان به حساب نمیاد. در مورد هارالد یهزکر لیونشتاین تعریف میکنن که ایشون یه بار داشت از یک خونه تو یروشلایم میاشاریم میره به یه خونه دیگه، آپارتمان دیگه. معمولا هم اسباب اساسی های اصلی اینا کتاب هاشونن. حالا یه نفر اومده بود کمکش که کتاب هاشونا ببره جایی که میرن، و این شخص موقعی که داشت کمک میکرد و این کتاب ها رو میبرد، یه بار هارالد میگه میگه نه وایسا، این کتاب ها رو بذار رو اون کتاب ها رو بذار زیر، چون کتاب ها رو گذار رو هم دیگه. اون طرف بودش که چه فرقی داره دیگه، داری میریم؟ گفت نه، این کتاب زیری ها کتاب های مال پدرمه، این کتاب روی ها مال خودمه، کتاب پدرم اهمیتش احترامش بالاتر از کتاب خودمه. تا این حد حتی تو جا به جا کردن کتاب پدرش احترام پدر رو هنوز میخواست حفظ بکنه، نشون بده تا به کتاب خودش احترام بکنه. پس ببینیم واقعا چقدر ظریف این میسوای کیبود آوائم، احترام پدر مادر، چیزی که بارها روش تاکید کردیم که مبادا فرزندان بخوان توی دعوای خانوادگی یا بحث‌های پدر مادر شرکت بکنن، یا بخوان طرفداری بکنن، یا بخوان یکی رو جلو اون یکی کوچیک یا پایین بیارن. هر چی هست بین خودشونه. هنوز وظیفه ما به عنوان فرزندان از نظر احترام پدر مادر سر جاشه. اونا بین خودشون بحثشون شده، ولی هیچ نوع حالت جوازی یا معافی یا اگزمشنی چیزی برای ما قائل نمیشه که اوه بینشون دعواست، پس تو باید از مظلوم دفاع بکنی و تا اونجایی که میتونی از ظالم دوری بکنی. هنوز وظیفه پدر، احترام پدر مادر بر ما هست، حتی اگرم متاسفانه این ضدیت ها بحث ها به طلاق یا به هر موردی منجر میشه یا هر صدمه ای، هنوز وظیفه فرزندان به عنوان کیبود آوائم احترام والدین باقیست. هشم کمک کنه که به خود بتونیم اینها رو انجام بدیم و مطمئنن که قلب مهربون پدر مادرها همونشه آب شما حلل که بودو که بودو محول برای بخشایش فرزندانشون میتبه و راضی به ناراحتی اونها یا سختی اونها تو زندگی نیستن و مطمئنن که پیشا پیش بخشایششون در پرونده فرزندان هست. و امید که بخوایم ما بتونیم کمال استفاده رو از این میسوای مهمی که خداوند ما داده به خوب بکنیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.